Um, خب سال 1987 خانم کرون یک مقاله دیگه چاپ میکنه به اسم مکن ترید اند رایز اف ترید اند او این موضوع مکه خب که یک خیلی حرفایی که در مکه زده شده به عنوان یک شهر بسیار مهم خیلی به شک نه تنها داستان محمد خیلیش من خب یکی از مهمترین قسمت های این داستان خود شهر مکه است که به شدت من درآوردیه و, و داستان مکه به شدت مهم میشه توی, دا... توی بقیه برنامه هایی که خواهیم داشت و این کتاب رو بررسی میکنیم و کتاب های هم بررسی میکنیم اینکه جایگاه مکه واقعا چی بوده تو تاریخ عرب خیلی مطرح میشه خب و یکی از, م... م... از همینجا هم شروع میشه که خانم یکی توجه هم به شدت بهش جلب میشه موقعی که خانم پچیش کرون این مقاله رو چاپ میکنه که این ویچ دیمنتریتد دت وان اف دی پرینسیپل فاوندیشنز اف دی کانونی اسلامی اسلامیک اف محمد ایتس اربیان ستیینگ ویت مکه از سنتر فور نات ساپورتد بای انی کنتمپری یعنی اینکه اینکه جایی که یعنی یکی از مهمترین اصول پایه‌ای داستان زندگی نامه محمد در اسلام خب در اون زمینه عربستان یعنی زمینه عربیش یا یعنی اون زمینش که تو مکه بوده که و مکه که مرکز تجارت بوده میگه این ادعا خب برای اینکه ببینید داستان محمد رو تو یک شهر مکه شروع میشه خب و شهر مکه یک مقدمه یه برای داستان محمد خب یک زمینه یه که شما محمد بذارید توش خب و اگه شما بتوانید مکه رو بگیرید از این داستان محمد هم از این داستان گرفتید یعنی جایی که محمد قرار بوده باشه اگه نبوده یا به اون شکل نبوده تمام داستان محمد هم گرفته میشه یعنی تمامش نه ولی اکثر داستان محمد هم از این داستان گرفته میشه و میگه تمام اصلا می منظورش اینه که از اصول اصلی این داستان شهر مکه است اگه شهر مکه بره زیر سوال کل داستان میره زیر سوال دیگه بیس داست بیس داستان اصلی داستان شهر مکه است درسته میگه the records indicate she showed that Mecca was not such a center میگه اسناد نشون میده که مکه اصلا مرکز یه همچین مرکزی نبوده کرون و ببینید این تمام داستان رو عوض میکنه خب شما خیلی از جزیات داستان محمد رو خواهید دید که چجوری ربط پیدا میکنه با اینکه مکه اون چیزی که میگن بود نبوده کرون لایک وانز برو سا اسلامز عربیان سیتینگ از رد بک into the religion's literature ات ا لیتر دیت فور پولیتیکال پرپسز ببین میگه این کرون همانند اون محقق دیگه ای که اشاره کردیم بهش آقای وانزبرو اسلام عرب ها رو یک زم... یک ستین دید یک زمین رو بگم زمینه یک زمینه دید برای خوندن معکوس یعنی read back into the literature برای بازنویسی نه no. read back into the religious literature at a later date for political purposes. Uh, یک زمینه ای رو که در آینده ساختن برای گذشته این دین برای اهداف سیاسی شد این اهداف سیاسی رو تو برنامه بعدی بررسی میکنیم که چرا اعرابی که توی سوریه و عراق امروزی بودن این داستان این برند اسلام خودشون رو برگردوندن به جایی که ازش اومدن و چرا جایی که ازش اومدن رو ابهت دادن و بزرگتر کردن از این چیزی که بود و چرا ما سند داریم که اون چیزی که میگن بود به هیچ وجه نبود اوکی حالا میخواین چیزی اضافه کنین یا اینکه برم ادامه بدم برو جلو یا... برو جلو تمومش کنم اه... یه چیزی آرمین بگم که تی... اینکه مر... مکه مرکز تجار... تجاری بوده در آثار یونانی و لاتین و نمیدونم سریانی و اینا هم هیچ قبطی و اینا هم هیچ آثاری نیست که از به مکه در واقع راه تجاری بوده و این راهش خیلی سخت بوده به سمت سوریه برای همین بیشتر باید از دریا استفاده می‌کردن این اینا باگهایی که داره حالا بگیر. یکی این خیلی با... ببین این داستان مکه خیلی باگ داره خیلی باگ داره خب من جمله باگ هایی که ببینید در آن زمان ی... 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 یکی از اسنادی که خیلی میشه روش حساب کرد ام... نوشته های تجار بوده چرا نقشه ها و نوشته های تجار بوده خب برای اینکه رکورد کیپینگ تجار براشون خیلی مهم بوده یعنی تجار اینکه کدوم شهرها باید کجا برن چقدر چیز بخرن از کجا بخرن این اطلاعات رو داشته باشن و نقشه هاشون درست باشه خب براشون بسیار حیاتی بوده خب و برای همین رکورد هایی که تجار از خودشون باقی میذارن خیلی اهمیت داره برای مورخین که بیان ببینن که چی کجا بوده خب برای اینکه اونقدر که براشون این این اطلاعات حیاتی بوده اعتبار این اطلاعات رو میبره بالا خب مثلا کسایی که میان تاریخ نویسی میکنن در اون زمان در دربار یک خلیفه یا یک شاهی یا یک سلطانی بعضی از موقع این مورخین رو نمیشه بهشون اعتماد کرد به خاطر اینکه اهداف سیاسی دارن تاریخی رو که دارن می نویسن بالاخره در دربار یک خلیفه سلطانی دارن می نویسن ممکنه سوگیری داشته باشن که کتاب یعنی چیزایی که دارن می نویسن رو خلیفه یا شاه یا سلطان بپذیره یعنی یه پولی در بیارن ازش خب یعنی یه داستانی و یه چیزا رو خوب جلوه میده دشمن اون رو بعد جلوه میده خب برای همین بعضی از اسناد با اینکه با ارزشن نمیتونی همون چیزی که هست رو بخونی و قبول بکنی خب ولی چیزهای نوشته ها و نامه ها و نقشه هایی که از تجار در میاریم اعتماد بهشون خیلی بهتره به خاطر اینکه اینا اگه اشتباه بکنن برشکست میشه خب اگه اطلاعاتشون غلط باشه زندگیشون برباد میره خب برای همین خیلی اعتماد, اعتماد, به تاریخ نگاری غیر بومی به نظرم خیلی بهتر میتونیم اعتماد کنیم بهش تا تاریخ نگاری درون اون مرز ام, اوکی البته نمیدونم چون دشمنانت هم برش دربارشون بد مینویسی خب آره آره بد و این دوتا رو با هم یک به اجماعی در این دوتا برسیم خیلی بهتر میشه آره آره و موضوعی که من میخوام اشاره کنم اینه که تجار خب شهرهایی رو که خرید و فروش میکردن ازش و نقشه هایی رو که داشتن اسم مکه رو نیوردن خب یعنی تا سالیان سال قبل از اسلام زمان اسلام و چندین سال بعد از اسلام مکه وجود خارجی برای تجاری که از این مناطق میگرشتن نداشته تو نقشه هاشون مکه رو نیوردن و تو نوشته اسم مکه رو نایی بردن. در صورتی که تمام جاهای دیگه رو که مرکز تجارت بوده مرکز خرید و فروش بوده رو تجار هم تو نقشه هاشون بوده هم به شدت اسمش رو برده. یعنی این خیلی عجیبه که یک نقطه ای که یک, مر... یک, شهری که ب... بر ادعای اعراب و مسلمانان مرکز تجارت بوده ای... هیچ تجارت